خوش اومدیم به یکی دیگه از برنامه رادیواکتیو زون. امروز هم کارمون طولانیه، میخوام راجع به ترین های سال 1398 یه اینترو بیایم تا شروع کنیم صحبت کردن. برنامه قبلی که من داشتم یه چیزی من گفتم که خیلی از کسایی که میان ریاکشن ویدیو درست میکنن قبلا آهنگو گوش دادن و میان در واقع ریاکشن فیک میکنن. چند نفر از کسایی که این کارو میکنن، کسایی که ریاکشن درست میکنن، اومدن به من گفتن که آقا چی داری میگی؟ منم گفتم آقا من همه رو نگفتم، گفتم بعضیا. و من همینجا میخوام استفاده کنم از همین دور بگم واقعا من کار بعضیا رو خیلی دوست دارم توی یوتیوب و خوشم میاد که الان داره در واقع جا میفته بعضی از این فرهنگای باحال. خوبم هست که مردم مثلا میان و تشویق میکنن که در واقع این برنامه‌ها ساخته بشه. دو سه تا اسم شاوت اوت میکنم که کارشون واقعا بی‌نظیره، بهتون میگم بریم ببینید. یکیشون دنی ریاکت که به نظرم واقعا کار باحالی میکنه. میگه از کسی بود که اولین کارم شروع هم کرد، کارش واقعا خوبه. بریم حتما نگاه کنید. یکی دیگه فرشیده اسمش، فکر میکنم که 3 نفرن و اون هم کارشون خیلی باحاله، بامزه است به نظرم. اونم یکی دیگه است که من خودم میرم میبینم کارشون و خوشم میاد. یکی دیگه چیزی که میخوام قبل از اینکه شروع کنیم صحبت بکنیم اینه که تو برنامه قبلی من سوال پرسیده بودم، گفتم آقا کسی میدونه آهنگ میرسیم به تشت دیس کیه؟ و 2 نفر گفتن جیداله، خیلی ولی گفتن حسین اپیکوره و به نظر خودم با این تحقیقاتی که این ور اون ور کردم احتمال زیاد حسین میاد باشه. چرا؟ نمیدونم، شاید توی لایو بشه چیزی گفت آها حسین با ساشا اینا داشتن لایو چپ و راست میکردن دیگه. آرت هم طرف ساشاه، یعنی کوروش هم طرف آرتا، خشی هم هست، بزی هم هست. میشه مگه داریم ما؟ اما امروز ترین هایی که میخوام راجبش صحبت بکنیم برترین آلبوم های سال 1398، 3 تای برتر، آرتیست هایی که کار ناامید کننده داشتن، پرکارترین آرتیست ها، کمکارترین آرتیست ها و استعدادها و پدیده های پارسال. باید برم. قبل از اینکه خودم شروع کنم و لیست رادیواکتیو زون من در واقع استفاده بکنم، یه لیست رپ فارسی منتشر کرد اواخر سال 98 و بر اساس اون لیست آهنگ امیر تتلو و صحرا و امجی گرگ دو محبوب ترین آهنگ سال شد و بعد از اون شایع مهراد هیدن آهنگ سیل دومی شد. آهنگ سوم حسین اپیکور آهنگ دیدگاه بود. آهنگ چهارم هیچکس دستاشو مشت کرده و آهنگ آخر رضا پیشرو صلح. 5 تا آهنگ برتر سال 98 بودن. بر اساس بیشترین تعداد لایک از مخاطبان رپ در سال 1398 آلبوم فرکانس رتبه اول قرار داره. آلبومی که به نظرم فوق‌العاده خوب بود. واقعا دم بچهای خط پروداکشن گرم که اتحاد رپ فارسی‌ها قوی‌تر کردن و کارهایی شنیدیم که هیچ وقت نشنیده بودیم و فکرش نمی‌کنیم بشنویم. کی فکرش می‌کرد که رضا پیشرو چغالنامه با هیدن چرا بدی بیان با هم آهنگ بدن و چه آهنگی هم. آلبوم دوم که میخوایم راجبش صحبت بکنیم آلبوم این جانب از شایع بود. آلبوم فوق‌العاده قوی بود با اینکه انتظارات حتی بیشتر هم از شایع میره. از فنهاش یکیشون خود من فکر میکردیم این آلبوم حتی بهتر بشه چون که ترک هایی که قبلش منتشر کرده بود و کاراش توی آلبوم اووردوز 2 و 3 و فرکانس بی‌نظیر بود و ما فکر می‌کنیم که اون حد باشه تک تک ترک های این آلبوم 16 آهنگی فکر کنم بود که خب در واقع این انتظارم بی خوده، ولی بازم میگم دومین برترین آهنگ آلبوم سال 1398 بود. منم اون پشت به دوربین همم این جانب مورس شایع. آلبوم سوم که من یه جورایی موافقم یه جورایی مخالفم ولی خب طبق آمار هست آلبوم فورتونی از کوروش بود. به نظرم آهنگای فوق‌العاده باحالی داشت، با آرتیستایی کار کرده بود که ناشنا بودن، بعضیاشون خوب بودن بعضیاشون و به نظرم لایق هست که توی یکی از برترین آهنگای سال 98 قرار بگیره که فکر میکنم اواسط تابستون بود که این آلبوم منتشر شد. نگو کنا مردم این همه تو یه بارم من. تنها مشکلی که من با آلبوم 420 داشتم از آقا کوروش همکاریش بود با مونتی گوه. فقط میخوام این جمله رو بگم تا بدونین حس من و آقای مونتی گوه چیه. شعرهایی که بغوری برری توی شب‌های برره مینوشت از آهنگ‌هایی که مونتی گوه میخونه یه سر و گردن بالاتره. نخود هر کی رود خانه خود، هر کی رود خانه خود، نخود خوبی. فرقشون چیه؟ بغوری برری میرفت صبح تا شب زور میزد، یه بیت در ور میکرد که مونتی گوه اون کارم نمیکنه، واریز میکنه، یه چیز واسش میگن، یه چیزی ضبط میکنه، آوتوتون روش میذاره، بعدم یه آلبوم درست میکنه که هر 5 تا آهنگ داره، هر 5 تاش با بهترین آرتیستای رپ فارسی فیت داره، یه آهنگ سولو نداره. خوب گفت واقعا هیچکس راجع به بعضی از این آرتیستای اینطوری میگفت چی تو کجا بودی. البته اگه از خودم بپرسید یه سه ترکی داد، سورنا، مهران، نفس، نغمه، فکر میکنم خیلی قوی بودن، مخصوصا مهران و نفس. من زندگی میکنم تا نای باقی مونده، میسازم راه و تا بیرای باقی مونده، نفس فقط یک کلمه است. خیلی خوب بودن این سه تا آهنگ، ولی خب به خاطر در واقع بحث اسپانسر اینا اصلا مطرح نشد، شاید خیلی ها نشینن این آهنگا رو. ناامید کننده ترین واقعا متاسفم که دارم این حرف هم میزنم، ولی کسی نیست جز صادق طبق اون چیزایی که ما چیز کنیم، و واقعا تعداد هیتا و لایکاش افت عجیبی کرده از توی این چند ساله. و من خودم به شخص فن صادق بودم از زمان آدمکش گرفته، زمان کاغذش گرفته تا همین آهنگای آخرش. سرخ بود فکر کنم آهنگ آخری که منتشر کرد. و به نظر من صادق کلا یه آرتیستیه که فوق‌العاده فلسفی و مغز خیلی بزرگی داره. امیدواریم که سال 99 آدمک برگرده و آهنگایی که در واقع آدم قفل میشد روش ماها، مثل آهنگ نپرسش، دوباره بشنویم ازش. واقعا با استعداده. پرکارترین ها خودتون کیو فکر میکنید؟ به نظر شما پرکارترین آرتیست امسال کی بود؟ تا الان همین دو ماه به نظرتون پرکارترین آرتیست امسال، پارسال، پیارسال کی بوده؟ تعداد آهنگایی که امیر تتلو از 1 فروردین 1399 تا به امروز با داده که 20 خورده اردیبهشت فکر میکنم بیشتر از تعداد آهنگایی که هیچکس از سال 1385 تا به امروز داده. یعنی دیگه برو تو کار. به نظرم کارهایی که داده خیلیاش خوب بوده، خیلیاش میتونسته بهتر باشه، خیلیاش بهتر بود اصلا نباشه. من از آهنگی جیگلی 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 بیا اخماتا واکن تا خونه خوبه تا حرم سرام آهنگاشو دنبال کردم. یکی از آرتیستای قدیمی که واقعا باید بهشون احترام بذاریم، البته اگه خودشون به خودشون احترام بذارن. کمکارترین آرتیست سال 98 و خب طبیعتاً تضاد تتلو هم میشه هیچکس دیگه. میگم ما راجع مجاز هنوز صحبت نمی‌کنیم چون مجاز توی فروردین 99 اومد بیرون. کمکارترین آرتیست هم خب سروش لشکریه که فقط یه آهنگ داد، اونم دستاشو مشت کرده. همه رو لخ کردن میگن این پوشش چرا اسلامی نی. آهنگ خوبی هم بود. خیلی هم میگفتن که آقا این داره نوحه میخونه، ولی واقعا و حقایق جامعه رو داشت میگفت. حزنی که توی صداش بود قشنگ به نظرم آهنگ فوق‌العاده خوبی بود. اما کاتگوری مورد علاقه خودم با استعدادترین ها و پدیده های امسال. یکی از پدیده های فوق‌العاده امسال دانیال بود که آلبوم کده رو منتشر کرد با شایع، و چقدر این آلبوم خوب بود، ولی خب چون آقا تازه کار بود اصلا شاید خیلی از شما آهنگاشو نشنیده باشین. اگر نشنیدید 100% برید آهنگ فصل زشتی که با پیشرو خونده و آهنگ کوچه‌های سمتری با خود ممرزا شایع فوق‌العاده بودن این دو تا کار. نگاه من تو با آسمونه کنارمونه فکر می‌کنیم که و مطمئنم نه چندان دور از امسال دانیال اگه اینطوری آدم پیدا بکنه کارش یه آرتیست نون آبدار میشه. خب این هم از ترین هامون. خیلی ممنون که این برنامه رو دیدید. امیدوارم لذت برده باشید. من خودم خیلی کیف کردم. این لیستی بود که در واقع رادیواکتیو زون در نظر گرفته بود. اگه فکر میکنید که لیستش اشتباه بوده و موافق نیستید سابسکرایب بکنید، ولی کامنت هم بزنید میگه به نظر من این لیست بهتره. اگه خوشتون اومد لایک بکنید، سابسکرایب هم بکنید، بنویسید آقا دمت گرم. صفحه اینستاگرام خودمونم که هست @RE AD Action Zone. توی همین دسکریپشن این ویدیو هم گذاشتم. فالو کنین برای اطلاعات بیشتر. دمتون گرم. تا برنامه بعدی بدرود. می‌دیدم روزا چطوری می‌گذشت، می‌دیدم همه دارن تو نقش منجی میرن، منتظر خورشیدی گرم و امیدین، همه بریدن و زندگیشون طور دیگر.